سلام، خب همه خیلی دارین خوش می آیید، البته تازه 6:30 شد. من کامنت ها رو آف کردم، ولی یه قسمتش رو که ریکوست می گفت آف نکردم، برای اینکه اون دفعه نشانه این که ما لایف داریم رو نشون نمی داد به بچه ها و برای این مشکل ایجاد شده بود. حالا من فکر میکنم شاید که کلاس که شروع شد من بتونم که دوباره اون ریکوست را انشالله که اون ریکوست دیگه جلوی شما نیامده باشه، صفحتون رو خاموش کرده باشه. البته به هر حال من دوباره میرم و اون رو خاموش میکنم وقتی که یه 5 دقیقه از کلاس گذشته باشه دیگه. خب کسانی که دیرتر میان که خب حالا اونا به هر حال شانسشون رو باید امتحان کنن که بزنن که ببینن کلاس هست یا نه. به هر حال حالا همه اینها رو باید امتحان کنیم که ببینیم که خودمون پیدا کنیم راهشو که این مشکلاتی که در لایو در اینستا برای ما پیش میاد خودمون بتونیم رفعش بکنیم. چون به هر حال من گاهی اوقات سوال میکنم ولی خب خیلی جوابی نمیاد. بچه هایی هم که تو آیتی و اینا هستن خب خیلی، چون به هر حال چیزی که نمیشه فهمید. به هر حال خیلی خوش آمدین و سوال کرده بودن بچه ها راجع به جملات تأکیدی، چون به هر حال یه چیزی که خیلی زیاد یک وقتی خیلی رسم شد، مد شد، ولی خب هنوز هم هست. جملات بسیار خوبیه و حالا چه فایده داره و چه دلیلی داره که این جملات تأکیدی که ما میگیم اثر میذاره روی رفتار ما، روی احساس ما. ببینید، حالا من میدونم که هنوز اجازه بدین که بحث جدیتر رو یه 3-4 دقیقه دیگه شروع بکنیم که من بتونم اون کامنت ها رو هم ببندم. و به هر حال امیدوارم که واقعا مطالبی که همیشه گفتیم راجع به قبل از شروع کلاس، حتما سر ساعت حداقل یه نیم ساعتی یه روبی قبل از شروع کلاس فضاتون رو درست کرده باشین، جاتون رو انداخته باشین، یک پتوی دولا، یک مت یوگا اگر دارین، اگر نه یه ملافه زیرتون راحت باشه. حتما 3-4 ساعت قبلش غذای سنگین نخورده باشین. به هر حال ساعت 6:30 من فکر میکنم خیلی ساعت مناسبیه، حداقل برای ایران که از نظر این که بچه هایی خب اون طرف غرب هستن، غرب آمریکا، که خب بعدش میرن صبحونه میخورن، برای اونا هم خوبه. حالا شاید مثلا شرق آمریکا یه مقداری به هر حال میتونیم، حالا اگه زمان خوردنمون هم هست مثلا یه چای خرما، بیسکویت، مویزی چیزی بخوریم که گرسنه نباشیم، ولی غذای سنگین نخوریم. یعنی هر چقدر که شما سبکتر باشین، نه اینکه گرسنه باشین، سبک باشین، در موقع یوگا میبینین که چقدر اثرش بیشتر خواهد. اگر که فرصتشو دارین، امکانشو دارین، قبل از کلاس یه دوش سبک بگیرین، باز هم برای تمرین خیلی موثره. لباس سبک و راحتی بپوشین، لباس به هر حال حرکت هوا توش تو بدنمون خودمون حس بشه. ما سیستممون در کلاس‌های حضوریمونم، البته لباس خب اجباری سفید بود و باید لباس راحت و گشاد باشه، برای اینکه واقعا ما در یوگا نمیخوایم کسی رو با خودمون مقایسه کنیم، نمیخوایم نمایش چیزی رو بدیم و هر چقدر که بیشتر بتونیم میخوایم از طریق بدنمون بیشتر به درونمون بریم و اون ذهن پراکنده و شلوغ و آرومش بکنیم. بنابراین اگه بخوایم به خود نمایش و یه چیزای دیگه باشه، یه خورده ممکنه باز به سمت نفس بریم که اون نفس ما همیشه ما رو از همه چیز دور میکنه، ممکنه که به نظر خیلی آدم مهمی جلوه بدیم خودمون رو، ولی خب
خودمون میدونیم که اون آرامش رو نداریم. برای همینه که این صحبت‌هایی که می‌کنم، حالا کم کم می‌خوام اون کامنت رو ببندم، و هر حال اینه که حتما توجه داشته باشیم که یه دفعه همینطوری مثلا وسط کلاس نیاییم، حالا اونایی که آی جی تی وی بعد گوش می‌کنن یه دفعه وسطش نریم. خیلی 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 اثر داره اون آماده بودن قبل ما. برای حالا یه دفعه مثالی، مثلا فرض کن شما خیلی اعتقاد دارین که خواهی مهمونی که دعوتتون میکن، حالا که نه قبلا مرتب باشین، از قبل ببینین، مثلا بعضی از یکی دو روز قبل میخوام ببینن که چی بپوشن چی کار بکنن. خب وقتی که با اون حالت آمادگی میرین، شاید حالتون در اونجا بهتره، اعتماد به نفستون. برای کلاس هم همین، یعنی واقعا از صبح خودتون رو میدونم، بچه‌ای که میشناسم واقعا از صبح خودشون آماده میکنن برای کلاس عصر، و این خب میدونم که اثرش خیلی بیشتره. خب من این ریکوسترم ببندم که مشکلی، من این رو هم بستم که حالا اگر احتمالاً شما رو صفحتون ریکوست داشته باشین، انشاءالله که نداشته باشین، اگر فکر کنم الان بتونین آفش بکنین اون هم میره، ولی منتها خب دیگه علامت لایف دیگه روی پیج ما نیست که ما الان لایف داریم به این علت. ببینین جملات تأکیدی رو ما داشتیم صحبت میکردیم که جملات تأکیدی چی هست، و تو کلاس ما میگیم، زیاد میگیم، یه مختصری راجبش توضیح بدم. یه جمله ای که ما دلمون میخواد، مثلا من دلم میخواد مثلا خوشحال باشم، ولی باید در لحظه جمله رو زمانش حال باشه، من خوشحالم، مثبت باشه، ساده باشه و کوتاه باشه، اون چیزی که واقعا ما میخوایم. من در امتحاناتم موفق هستم، من در کارم موفق هستم، من منزل خوبی دارم، مثلا حالا هر کسی یه چیزی که نیاز اون شرایط زندگیشه. بیشتر من میخوام این مسئله رو بگم، چون شما اونقدر خودتون حتما کتاب ها دارین راجع به جملات تأکیدی و چیزهای زیادی از این کارت های کوچیک در آمده بود، و حتما همه شما که الان هستین میدونین. ببینین ما دو نیم کره مغزیمون، نیم کره راستمون یک کاری میکنه، نیم کره چپمون یک کاری میکنه. ارتباط دو نیم کره مغزی البته خیلی خوبه، یعنی واقعا هر چقدر بیشتر باشه، ما در شرایط ذهنی آگاهی و هوش بالاتری هستیم. مثلا فرض کنین لئوناردو داوینچی یا اینشتین، اینا از ارتباط نیم و نیم کره مغزی خیلی زیادی بالایی برخوردار بودن. حالا باز ما به اون کاری نداریم. در واقع نیم کره چپ ما کار فکر میکنه، حساب کتاب میکنه، تصمیم میگیره، و نیم کره مینویسه. مثلا نیم کره راست ما جایگاه احساس، جایگاه درک مستقیم، جایگاه تصویر سازیه. یه بالانسی که بین این دوتا برقرار میشه، خب خیلی خیلی به درد ما میخوره. ببینین وقتی که یه جمله رو شما همین جملات تأکیدید تکرارش میکنین، یا این شکرگزاری هایی که میگیم، حالا یه سری چیز هم من نوشتم باز، شکرگزاری که میکنیم، یا یه سری جملاتی رو تکرار میکنیم که مثبت باشه، این جمله تکرار شونده وقتی که میره در نیم کره چپ، دیگه نیم کره چپ دیگه نمیاد روش آنالیز بکنه و بالا پایینش بکنه، میفرستش به نیم کره راست. نیم کره راست هم این افکار رو و این حرف ها رو تبدیل میکنه به احساس. یعنی شما اون چیزی که میخواین واقعا حسش میکنین. چرا؟ برای این که میره در نیمه آگاه ما، در واقع ما با نیمه آگاهمون در ارتباط میشیم. کلن هم اون امواج مغزی که قبلا هم راجبش صحبت کردیم، مثل آلفا و بتا اینها، در نیم کره چپ بیشتر در طول موج بتاست، یعنی مثل الان که من دارم حرف میزنم، من در اون طول موج بتا هستم و انرژی دارم میدم. اگر شما کاملا شنونده باشین، شما در طول موج آلفا هستین، یعنی جایگاهی که طول موجی که طول موج مغزی ماست، گفتیم که با EEG الکترو-آنسوفاگراف میتونیم اندازه بگیریم که این طول موج مغزی برای همه ما هست، در واقع یه نوع امواج الکتریکیه که یک دامنه حرکتی داره و یه بالا پایینایی داره.
که با حرص اندازه گیری میشه. حالا ما باز نمیریم چون اصلا نمیخوایم وارد این بحث جزئیاتش بشیم، چون الان جزئیاتش به درد ما نمیخوره. اون چیزی که به درد ما میخوره اینه که هر چقدر ما بتونیم در طول موج آلفا باشیم در 24 ساعت، هم آرامشمون بیشتره، هم سلامتیمون بیشتره، سیستم ایمنی بدنمون میره بالا. در واقع آلفا خودشان ضد کورتیزول، کورتیزولی که در اثر استرس و تنش ترشح میشه و ما رو ممکنه بیمار بکنه، وقتی بریم در طول موج آلفا خودشون هم کم میکنه، از بین میبره. و خب لازم هست در طول موج بتا بودن، چون یه سری کارهایی رو باید آدم انجام بده، ولی ما با یوگا، با مراقبه، با تنفس، با همون تمریناتی که گفتیم در لحظه حال باشیم، داری مثلا دستتو میشوری، توجه کن به آب رو دستت، داری ظرف میشوری، داری نمیدونم حمام میکنی، داری غذا میخوری، داری راه میری، ایستادی، نفس میکشی، همش اگر بتونیم ما بیاییم توجه رو در لحظه حال، رفتیم در طول موج آلفا، در واقع سلامتیمونو بیشتر کردیم، آگاهیمونو بالاتر بردیم، تمرکزمونو و اون فعالیت مثبتمون رو بالاتر بردیم. ولی به هر حال ممکنه که، یعنی این تمرینات خیلی هم در طول روز برامون امکانش نباشه، منتها باید که در طول روز ما یک برنامه برای خودمون بذاریم. حالا اگر هم مراقبه نمی کنیم، اگر یوگا نمی کنیم، مثلا بشینیم به موسیقی گوش کنیم، فقط به یه موسیقی خوب گوش کنیم، بشینیم مثلا بریم تو طبیعت، همون تو طبیعت رفتن ما رو میبره در آلفا، همون گوش کردن، چون این چیزی که دوست داریم گوش میکنیم، شنیدن در واقع کاملا طول موج آلفاست، حرف زدن بتاست. ببینیم ما مثلا وقتی کوه میریم، من به بچه ها تاکید میکنم تا جایی که میشه سکوت کنین، با سکوت بیاین. حالا خب دوست داره آدم با دوستش حرف بزنه، درد دل بکنه، ولی اون تمام مدت حرف زدن و در بتا بودن انرژی میگیره. شما میتونی مثلا توی پارک بری، راه بری، شاید اونقدر انرژی نخواهی، میتونی بری مثلا توی کافی شاپ بشینی با دوستت حرف بزنی، ولی خب وقتی که داری میخوای سربالایی بری، یه مسیر طولانی رو میخوای بری، با یه عده دیگه هستی، مسئولیت داری برای این که در اون گروه هستی، چون در اون گروه داری انرژی میگیری از گروه، پس باید یه سری فداکاری هایی هم بکنی. فداکاری حداقلش اینه که آدم بیشتر در سکوت بره، چون هم خودت میری در آلفا، هم دوستت میره در آلفا، و خیلی مسافت خیلی بیشتری رو با صرف انرژی خیلی کمتری میتونی طی بکنی. و هر تو هر کار ما همینه. بنابراین ما سعی کنیم که به هر حال، حالا باز اگر که شد حتما یک صحبت بیشتری میکنیم. البته یکی از خانمهایی که در کلاس مربیگری من بودن و الان خودشون لایف دارن، خانم مریم مسعودی لایف پیلاتس دارن، ایشون یه اتفاقا یه، چون من تو کلاس ها بچه ها، چه کلاس مربیگری چه کلاس حضوری، دوست داشتم که هر کسی یه تحقیقی بکنه، پیپری بنویسه بیاد، و ایشون در مورد آلفا، من یادمه که فکر کنم 2 سال پیش بود، یه پیپری نوشتن که حالا میتونیم ازشون خواهش کنیم که ممکنه مثلا یه لایک داشته باشیم که راجع به اون هم صحبت بکنن، چون به هر حال اینا چیزایی که میشنویم صحبت میشه. و خیلی وقتا مثلا میگن که شما این کارو بکنین، مثلا فرض کنین تصویرسازی ذهنی یک تمرینیه که برای خیلی از ورزشکارا استفاده میشه. دکتر جکبسون در حدود 60-70 سال پیش یه همچی چیزی رو اومد در واقع تحقیق کرد، تحقیقشو داد به ورزشکاران که اونهایی که در غیر وقتی که در زمین تمرین هستن که تمرین میکنن، در غیر اون وقت خودشونو میبرن در طول موج آلفا، و بعد ضرباتی رو که لازمه در مثلا فرض کن تنیس، مثلا والیبال، نمیدونم فوتبال، ضرباتی که رو که باید بزنن در موقع فقط تصویرشو میسازن در ذهنشون، تا با حتما در طول موج آلفا، و وقتی تصویرشو ساختن، اون ارتباط بین عصب و عضله، اون عضلاتی که لازمه برای این کار خیلی آماده تر میکنه، و در واقع پا
پاسخ به اون تحریکات رو خیلی سریعتر و جامعتر میکنه برای یک ورزشکاری که خیلی نیاز داره که انرژیشو جمع نگه داره در طول مسابقه به طور خیلی اپتیمومی پخش بکنه. اینقدر حالا به هر حال این طول موج مهمه که به ما وقتی که شما الان همینطور که نشستین الان نزدیک چند نفریم 430 نفر اگر گوش میکنین رفتین در طول موج آلفا، یعنی خیلی ساده ترینش اینه که آدم گوش بکنه، بره تو طبیعت، به طبیعت نگاه کنه. و اگر که به هر حال کسانی هستن، میدونم خیلی از شما کارهای خیلی دقیق دارین، کارهای خیلی ظریفی دارین، خیلی از شما هنرمندین، خیلی از شما دارین کارهای در واقع تحقیق میکنین، اون موقع مثلا آدم به هر حال میره در طول موج آلفا، چون میاد در لحظه حال. یکی از خصوصیات طول موج آلفا در لحظه حال بودنه. یکی از خصوصیات بتا اینه که آدم در بتا که هست هی میتونه بره در گذشته، میتونه بره در آینده، میتونه قضاوت کنه. یه سری چیزهای دیگه هم در طول موج آلفا آدم گیرنده است، در بتا دهنده است و فعالیت داره، درک مستقیم داره در آلفا و در بتا افکار زیاد هستند، در لحظه حال هست وقتی که در طول موج آلفا است و در طول موج بتا بیشتر در گذشته و آینده میره میاد، آرامش داره در طول موج آلفا و در طول موج بتا اگه که تمام مدت باشه تنش براش ایجاد میشه، خود بودن در طول موج آلفا است ولی یک کاری رو انجام دادن در طول موج بتا است، گوش کردن همونطور که گفتیم و تصویر سازی، حساب کتاب کردن کار نیمکره چپه و در طول موج بتا است. حالا چیز دیگه هم که باز نوشته بودم که یه مقداری ربط داره به این جملات تأکیدی و اون شکرگزاری که اینا همه میتونن با هم دیگه باشن، میگه که وقتی که ما از خواب پا میشیم امتحان کردیم درست اون زمانی که ذهن بیدار میشه جسم هنوز خسته است، شروع میکنیم به فکر کردن که یکی از بدترین شرایط، اگر میتونید باید پاشین از جاتون، بعضی نمیتونن میرن تو فکر و خیال و حالا یا نصف شب پا میشن یا صبح پا میشن، به هر حال اون لحظات رو بتونیم اینها رو، حالا من چند تا خودم نوشتم میتونین شما اضافه کنین، میتونین در پیج بنویسین بچه ها، این جملات رو در واقع ما تکرار کنیم، چون قبل از وقتی که پا میشیم در طول موج آلفا هستیم، وقتی هم داریم خوابمون میبره در آلفاییم، ولی در موقع خواب نه، میریم در بتا و تتا که طول موج خیلی پایین تری هستن. میگه که وقتی که پا میشیم مثلا شب مثلا به خودمون بگیم که شب و تو چه رخت خواب راحتی خوابیدم، خیلی چیزای ساده، ببینیم که آیا بدون نیاز انشالله میتونیم از رخت خوابمون در بیاییم، بیاییم پایین، حالا یه رو زمین میخوابیم یا رو تخت میخوابیم، و هر حال از جامون پاشیم بدون کمک. میبینیم که خوابی که کردیم به هر حال حالمون رو بهتر کرده، خستگیمون رو گرفته یا هر چیز دیگه. میتونیم بگیم که چه خوبه که اتاقی که هستم توش یه سقفی داره، یعنی زیر یه سقف دارم میخوابم، دوست و فامیلی، حالا یکی دو تا، هیچی، به هر حال یکی دو تا کسی رو داریم که دوستمون داره و به فکرمونه، سلامت هستم، به هر حال انشالله که سلامت هستیم. حالا میتونیم هم بگیم حالا شاید امروز اتفاق خوبی برام بیفته، حالا برنامه ریزی هم که کردیم ممکنه چیز خوبی برای خود نذاشتیم ولی ممکنه اتفاق خوبی بیفته. میتونیم بگیم آب برای خوردن دارم، برای شستن دارم، غذا برای خوردن دارم، لباس برای پوشیدن دارم و زنده هستم. اینا چیزهای خیلی ساده ایه که ببینین که اگر اون زمانی که دارین تو رخت خواب هستین هنوز جسمتون پا نشده ولی ذهن بیداره، امتحان کنین ببینین که چقدر میتونین این جملات رو به خودتون بگین و در واقع نوعی شکرگزاریه و نوعی جملات تأکیدیه. برحال حالا ما مراقبه هایی که می کنیم همیشه من توش با دم و بازدم جملات تأکید رو میگم دیگه، خود شما هم میگید، حالا امروز هم اگر که فرصت شد انشاءالله حتما تمرینش رو می کنیم. قبل از که حرکات رو بکنیم ما ادامه
جلسه قبلمون که مقدار تنفس کردیم، تنفس شکمی رو انجام دادیم. فرض بر اینه دیگه همه تنفس شکمی رو انجام میدن، یعنی دهانم بسته است، از راه بینی نفس میکشم، شکمم مثل بادکنک پر میشه، خالی میشه. دیگه به این کاری نداریم چون زیاد تمرین کردیم. یه تمرین دیگه هم کردیم که باز ارتباط پیدا میکنه با این دو نیم کره مغزی و حالا در سیستم یوگا بهش پاک کردن یا پاک شدن نادی ها، کانال های عبور انرژی بدن میگن. ولی بسیار تمرین خوبیه که هم برای سلامتیمون، برای تمرکزمون فوق‌العاده خوبه. با تک تک حفره‌های بینی تنفس میکنیم. البته مهمه که با دست راستمون در واقع حفره‌های بینی رو ببندیم. از شستمون و انگشت کوچیکه باید استفاده کنیم، از این انگشت اشاره استفاده نکنیم. اگر بتونیم دوتا انگشتامون رو تا میکنیم، این دوتا آخری ها و شستمون در واقع. اگر میبینین سختتونه، شستتون رو بذارین بعد انگشت کوچیکه، شست، انگشت کوچیکه. ولی اگه تونستین تمرین بکنین، بچه ها که بلد هستن، به این شکل ما روی این در واقع سوراخه اون گودی بینیمون دست میذاریم. اول شستتون رو بذارین رو حفره راست، از چپ ببینین شما الان چپ و راستتون با من برعکسه به خاطر فیلم. از چپ نفس رو میدیم بیرون، از چپ نفس رو میگیرم، حالا چپم رو میبندم، از راست نفس رو میدم بیرون، از راست نفسم رو میگیرم، میبندم، از چپ میدم دوباره بیرون. این میشه یه دور. ادامه بدید. چپ نفس رو بگیریم، عمیق تنفس شکمی ببندیم، از راست بدیم بیرون، شکم رو بکشیم تو، خالی کنیم، از راست دوباره نفس رو بگیریم، ببندیم راست رو، از چپ بدیم بیرون، آرام عمیق و یک نواخت دفعه نمیکشیم، ذره ذره چپ ببندیم، چپ و راست بدم بیرون، آرام عمیق یک نواخت، از راست داخل بشه، ببندمش، از چپ آرام و عمیق و یک نواخت خارج بشه، چپ داخل، راست خارج، راست داخل، چپ خارج، عمیق آرام یک نواخت، چپ راست خالی، راست پر، چپ خالی. یه دور دیگه انجام میدیم، چپ پر، راست خالی، راست پر، چپ خالی. حالا میشمارین، حالا یه خود دستتون رو بندازین، چشما رو چند لحظه ببندین، دستا روی پاتون باشه، پیشانی رو بکشین، پلک ها راحت، آروارهاتون شلور ها، شونه ها رو بندازین پایین، سر رو بکشین در امتداد ستون مهره ها و بدن رو چند لحظه شل شل کنیم. یه چند لحظه دیگه زحمتی نمیدیم برای تنفس خاصی، به تنفس های طبیعی و خود به خودیمون توجه میکنیم. نفسی میاد بینی رو خنک میکنه، نفسی میره بینی رو گرم میکنه. فقط نگاه کنیم، هیچ دخالتی در امر تنفسمون نکنیم،
فکر هم میاد. فکر رو بذاریم بیرون در محلی که داریم تمرین میکنیم. به ورود هوا توجه کنیم یا به خروج هوا. فکر میاد، کجا رفت فکرمون؟ اینجا که نیستیم حتما، یا رفتیم تو دیروز یا رفتیم تو فردا، یا داریم قضاوت و داوری میکنیم راجبه یه چیزی. رهاش کنیم، هیچ کدوم مال این لحظه نیست. بیایم همینجا، بیایم رو بدنمون. اصلا چه حسی تو پاهامون داریم؟ پاشنه ها، زانو ها راحت به سمت زمین هستن. پاهام، عضلات پشتمون چه حسی داریم؟ عضلات سمت راست ستون مهره هامون، عضلات سمت چپ. شانه هم راحته، دستام چه حسی؟ و صورت هم. فکر هست دوباره یا نه؟ نفس عمیق میکشی. آرام چشم رو باز میکنیم. حالا همون تمرینه نادی شودان یا شستشوی نادی های تمرینه، کلن بگیم تمرین تنفس متناوب. دست راستمون رو دوباره، حالا اگه تونستیم که انگشت اشاره، انگشت وسطی رو تا میکنیم، انگشت انگشتری، انگشت کوچیکی به هم میچسبه. شستمون هم آزاد، که اینجوری برای باز و بسته کردن حفره‌های بینیه. اگه سختمونه با شستمون کار میکنیم و با انگشت کوچیکه. خب شست رو حفره راست بذاریم، پشت صاف، دست چپ رو پای چپمون باشه، شما چشماتون بسته باشه لطفا. نفس رو از چپ بدیم بیرون، خالی میکنیم، 4 ثانیه از چپ پر میکنیم، 1 2 3 4 پر میشه. از راست خالی میکنیم، 1 2 3 4 خالی میکنیم. از راست پر میکنیم، 1 2 3 4 از چپ خالی میکنیم، 1 2 3 4 از چپ پر میکنیم، 1 2 3 4 از راست خالی میکنیم، 1 2 3 4 از راست پر میکنیم، 1 2 3 4 از چپ خالی میکنیم، 1 2 3 4 حالا دو برابر میکنیم بازدم و از چپ پر میکنیم، 1 2 3 4 راست، 1 2 3 4 5 6 7 8 از راست پر میکنیم، 1 2 3 4 از چپ خالی میکنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 از چپ پر میکنیم، 1 2 3 4 از راست خالی میکنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 از راست پر میکنیم، 1 2 3 4 چپ خالی میکنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 آخرین دور چپ، 1 2 3 4 راست، 1 2 3 4 5 6 7 8 راست، 1 2 3 4 چپ، 1 2 3 4 5 6 7 8 چشم ها بسته باقی بمونه. دست راست میاد رو پای راستمون، دست چپ هم که رو پای چپ هست
شانه ها رو دوباره عقب و پایین، سرم در امتداد ستون مهره هام، پیشانیم صاف و کشیده، پلک ها راحت، آب دهان رو قورت میدم و یه لبخند میزنم به کل وجودم. پاهام راحت باشه، دست هام راحت، شونه هام پایین، اخم نکنم. دوباره یه لبخند دیگه به قلبم بزنم. یه لبخند عمیق به ریه هام بزنم. یه لبخند عمیق به همین لحظه. دیگه زحمتی برای تنفس خاصی نمیکشیم. تنفس های طبیعی و خود به خودی. توجه به ورود هوا در حفره بینی. توجه به خروج هوا در حفره بینی. هیچ گونه دخالتی نمی کنم، هیچ کنترلی برای ورود و خروج هوا. فقط ناظر و شاهدم. همراه ورود هوا تو دلم میگم آ، همراه خروج هوا رام. در واقع آرام رو به دو قسمت دم و بازدم تقسیم میکنم. نفس که وارد میشه آ، نفسم که خارج میشه رام. دلم میگم به خاطر گفتن این آرام ریتم تنفس رو تغییر نمیدم. هر وقت نفس آمد آه، نفسم داره خارج میشه رام. در واقع با هر دم و بازدم آرام تر میشم، رها تر میشم. حضور رو بیشتر حس می کنم. همراه دم رام، همراه بازدم. حالا حس می کنم با ورود هوا آرام میشم، با خروج هوا رها میشم. تکرار می کنم با ورود هوا تو دلم میگم آرام، حس می کنم آرامشو در تک تک سلول هام، و با خروج هوا رها شدن از حس‌های ناخوشایند، فکرهای تکراری و بیخودی. با ورود هوا پرانا میره در تک تک سلول هم، آرامش رو با خودش میبره. خروج هوا رها. رها از هر منفی، از هر آنچه که نمیتونم کاری براش بکنم.
در حین تمرین فکر میاد، فکر برای همه میاد، با صبوری و آرامش. برمیگردیم روی دم باز. هر لحظه باید حواسمون به ورود و خروج هوا باشه. همراه ورود، آرام وارد میشه، آرامش حس خوب وارد میشه با خروج هوا. لحظه به لحظه سبکتر و رهاتر. خالی میکنم ذهنم از بی خودی ها، گذشته هایی که رفت، از حس این که میخوام کامل باشم، از حس این که میخوام کس دیگری باشم، از نگرانی های حرف مردم. همه اینها در هر بازدم از من دور میشه و من رهاتر و رهاتر میشه. افکار من، افکار من تبدیل میشه به احساس من. احساس آرامش، سبکی، حضور، قدرت و شجاعت. پذیرش خودم با تمام عیب و نقص‌ها، پذیرش کامل نبودنم، لحظه به لحظه سبکتر و رهاتر. پذیرش شرایط هم چه که هست، دوست داشتن خودم، پذیرش خودم از صمیم قلب. بخشیدن خودم. همدردی و همفکری با خود خویشتنم. رضایت کامل از همین لحظه. برمیگردیم رو تنفس. حالا حس میکنیم که داریم با نوک بینی نفس میکشیم. تنفسم چگونه است؟ دارم با یک نقطه نوک بینی ورود هوا، خروج هوا رو تجربه میکنم. حالا احساس میکنم با تیغه روی بینیم دارم نفس میکشم. و کم کم
تصور میکنم دارم با فضای بین دو ابرو نفس میکشم. هستم. چه حسی در کل وجودم هست، در بدن فیزیکی، چه حسی دارم در کف دستم، در عضلات پشتم، شانه ها، و تمام صورت. آگاهانه نفس های عمیق تری می کشم. انگشتان دست رو حرکت می دیم. کف دست ها رو جلو رو زمین می زنم. سر میندازم پایین، دست ها رو سر میدم جلو و خم میشم. یه چند لحظه اگه بتونم سرمو میذارم روی زمین، پیشانیمو میذارم روی زمین و بدن رو میکشم. میکشم، دست ها کشیده جلو، و آروم آروم روی شکم دراز میکشیم، بدن رو رها. یه بالش با دستمون درست میکنیم، یک سمت صورت رو میذاریم روی بالش، شست پاها نزدیک، پاشنه ها از دو طرف میفته، چشمو میبندیم و به نفسامون توجه میکنیم. برخورد شکممون با زمین، میتونیم چونه رو بذاریم روی دستمون و پاها رو از زانو خم کنیم. موچ پا رو آروم بچرخونیم. جهت رو عوض کنیم. با ساق پا قیچی بزنیم. یه پا پایین، یه پا بالا. انگشت های پا بچرخه به سمت خودمون، فشار بیاریم به انگشت پا، انگار پاشنه رو میخوایم بذاریم رو زمین. وقتی این حرکت رو بکنیم، زانو از زمین میاد بالا و یک کشش خوبی حس میکنیم در کل پاتون. حالا آروم زانو ها برمیگرده، انگشت های پا میخوابه روی زمین، پاشنه زانو میچسبه، دست ها همونجوری کف دست ها دست ها روی هم جلومونه، سر رو میاریم بالا و آروم آروم کف دست ها رو میچرخونیم، آرنج ها از زمین بلند میکنیم، شانه ها پایینه، آرنج ها قفل و به آسمان نگاه میکنیم. آرنجا برمیگرده، سر کاملا میچرخه، به پشت به هر دو تا پا نگاه میکنیم، میایم وسط، سمت دیگه میایم وسط،
و پیشونی برمیگرده روی زمین، دست پا میره به سمت عقب، پاها صاف و کشیده میاد بالا، سر و گردن میاد بالا، شانه ها میره عقب، دست ها قلاب میشه، شونه میره، یه خورده بغلطین روی شکم، پاها رو زمین نیاد، پاها بالا بمونه، بدون حرکت گردن یه خورده هم روی شکم عله کلنگ میکنیم، سر و گردن ثابت بمونه، قفسه سینه باز بشه. آروم آروم رها استراحت، توجه به بدنم، به ضربان قلب و نفس ها، میریم به حالت کودک دوباره. دست پا کشیده میشه جلو، آروم آروم سر رو میارم بالا، دست رو میکشم به سمت خودم، میرم به حرکت گربه، انگشتای پام میچرخه، میرم به شون، سر یه سر پایین، میرم به پنجه، میرم به پاشنی، پنجه، شون، با دم میرم به سر یه سر بالا، سر میام بالا، با بازدم باز دوباره شون، سر یه سر پایین، دم میرم به حالت گربه، بازدم به حالت خرگوش یا شوشانگاسانا یا حالت لودک، نفس عمیق، میام حالا به حالت شتر، قفس سینه رو باز میکنم، میرم به حالت گربه، نفس میگیرم، میرم به شوان، نفس رو میدم بیرون، میرم به سگ سر بالا، نفس میگیرم، نفس میدم بیرون، میرم به گربه، نفس میگیرم و نفس رو در حالت کودک خارج میکنم، نفس میگیرم با حرکت شتر، میرم به گربه، دم میگیرم با گربه، باز دم میرم به شوان، دم میرم به سگ سر بالا، باز دم میرم به سگ سر پایین، دم میرم به گربه، باز دم میرم به خرگوش، دم میرم به شتر، باز دم میام به گربه، دم کمر رو گود میکنم، باز دم میرم به شوان، دم سگ سر بالا، باز دم سر پایین، گربه و خرگوش. یه دور دیگه هم انجام میدم، میرم به حرکت شتر، دم باز دم به گربه، دم کمر گود، باز دم شوان، دم تاج سنگی با سنگیت بالا، میتونین انگشت پا رو بچرخونین، زانو رو بیاد بالا و دوباره به حالت کودک استراحت و آروم آروم بشینیم دو زانو، با سنگ بذاریم سمت راستمون، پای چپ رو رد کنیم، یه چند لحظه در این حالت دستا روی پای چپ، سر و گردن شل، شونه ها رها، به تنفس ها توجه کنیم، نفس عمیق، آماده برای آردامانسیه نرسن و بریم سمت چپ، دست راست پشت پا، موچ پا رو میگیریم، دست چپ میره پشت، بدن صاف میچرخیم، لحظه به لحظه میتونیم
بیشتر کنی. توجه رو بدین به بدن. کجای بدنتون الان چه حسی داره؟ مهره‌های پشتی، کمری، گردنی، همه مثل تک تک مثل یک پله‌ای که مارپیچه چرخیدن و تناب نخاعی داره ماساژ خیلی خوبی میگیره. قفسه سینه‌مون باز شد. اندام‌های داخلی به خصوص کبد و تعال دارن از این ماساژ بهره میگیرن. بنابراین یک تمرین سمزداز برای بدن. برمیگردیم. استراحت رو سرگردن را جهت رو عوض میکنیم، سمت چپ میشینیم و پای راستمون رو رد میکنیم و میریم به سمت راست. نفس عمیق میکشیم و میریم به حرکت نواسان آن قایق. گفتیم قایق میتونیم دستمونو بذاریم، پا رو تو جایی که میشه بیاریم بالا، کم کم صاف کنیم پاشنه بیرون، پنجه به سمت خودمون. میتونیم اگه توانیم میتونیم در پشت پامون رو بگیریم، اگه نه دست رو رها کنیم. شانه عقب، قفسه سینه جلو، پاشنه بیرون، پنجه به سمت خودمون. چند تا بنده کلنگ سر رو میذاریم رو زمین، میقلطیم به راست به چپ. این حرکت قایق که انجام دادیم به خصوص برای اونایی که مشکل زانو دارن حرکت خیلی خوبیه. پا رو رها میکنیم، دستا رو قلاب بالا سر میکشیم، پنجه و پاشنه خمیازه دوست داریم میکشیم، دست ها در امتداد شانه، زانوها جمع میشه به سمت صورت، دو تا زانو میره به سمت گوش راست، سرمون میره به سمت چپ، زانوها میره به چپ، سر میاد به راست، زانوها میره به راست، سر به چپ، زانو میره به چپ، سر میاد به راست، میان وسط، پاها صاف میره بالا، انگشت های پا رو میگیریم، کمر رو زمین، پاها کشیده، سر رو بلند میکنیم، پای چپ میاد نزدیک زمین، با هر دو دست پای راست رو میگیریم، میکشم به سمت خودم، بعد پای چپ رو میگیرم میکشم، بعد پای راست رو، پاشنه پاها بیمار، پای چپ رو، پای راست، پای چپ، پای راست رو میگیرم، سرم میذارم رو زمین، با دست راست پای راست رو میگیرم، کشیده نگرش میدارم، با دست چپ ها رو میگیرم، پای چپ رو میخوابونمش به سمت چپ، دست راستم، سمت راستم در امتداد شانمه، سر رو میچرخونم به دست راست نگاه میکنم. باز هم یک پیچ کامل ستون فقرات و بعد میکردم. زانوی راست جمع میشه، بغل میکنم پای راست رو، سر میارم نزدیک زانو راست یا چانه رو بیه زانو میارم، برمیگردم و رها میکنم پای راست رو. نفس عمیق میکشم، پای چپ میاد بالا، پای چپ رو میگیرم، با دست چپ پای چپ رو میگیرم میکشمش، کل پای راستم بزن، بعد با دست راست پا
پای چپ رو میگیرم و میخوابونمش به سمت راست. سرم میچرخه به چپ. سرم میچرخه به چپ، به دست چپ نگاه میکنم. زانوی چپ رو بغل میکنم، میکشم، چانه رو میارم رو زانوی چپ و رها میکنم، پاها رها دستم. سر رو میچرخونم به راست، به چپ، کف پاهام رو زمین، دست ها کنار بدنم، گودی کمر رو فشار میدم به زمین، شکم رو میکشم تو، دنبالچه رو میکشم تو، نگه میدارم، رها میکنم. یه دور دیگه کمر رو بکشیم تو زمین، شکم رو بکشیم تو دنبالچه، سر رو میارم بالا، انگشتای پا رو دوباره میگیرم، زانو رو هر دو رو میارم به سمت صورتم و پا رو میبرم بالا، سر رو میذارم رو زمین. حالا پاهامو میکشم به سمت خودم آروم آروم تا کمرم از زمین بلند شه. دست رو میارم جلوتر، کمرم میگیرم و اگه بتونم میرم رو شانه، اگه نتونستم تو همین مرحله باقی میمونم. پای راست هم میاد پایین، بالا پای چپ هم میاد پایین، هر دو پا میاد پایین. هر دو پا سمت راست میاد، سمت چپ میره، وسط، روی شانه دوباره، از روی شانه به پل میام، دستا زیر قلاب میشه، بازو نزدیکتر، دنبالچه میام تو، شکم رو باسم میره بالا، شانه ها از زمین کنده نشه. نفس های راحت، میتونیم دستو بزنیم زیر کمر، پلمون رو بلندتر کنیم، پیشرفته تر، یه پا میاد بالا، این پای دیگه میاد بالا، پای آروم آروم برمیگردیم، کمر میاد رو زمین، پاها رو بغل میکنیم، یه خورده میغلطیم به راست به چپ، با سر زانو میتونیم دایره بزنیم، جهت رو عوض کنیم و رها کنیم. پاها رها، دستا رها، سر رو به راست و به چپ ببریم، بذاریم تنفس همون حالت طبیعی بگیره و بریم به حرکت ماهی ماتسیا سانا. اگه دوست دارم حرکت چرخ هم میتونم برم،
دست رو در میریم، سرگردن رو به راست و به چپ میچرخ کنیم و میشینیم برای تمرین کشش های پشت بدنمون. به جانوسی رو سنا میریم، سر بزنیم، پاشنه رو میذارم داخل کشاره را، زانوی چپ رو باز میکنم، پشت پای راستم کامل رو زمینه، شانه هم عموده بر پام، پهلوها رو میکشم تا بتونم خوب از انتهای ستون فقرات، از مفصل لگن خودم بکشم و کشش پشت رو انجام بدم. سر به زانو یا جانو سیر شاسنا. کف دست راست از داخل کف پای راست رو میگیریم، دست چپ میکشیم به بالا. دست چپ پشت میره رو زمین، دست راست میاد بالا، قفسه سینه باز میشه. پا رو میاریم جلومون، خود پا رو حرکتش میدیم و پا رو عوض میکنیم. گفتیم اونایی که براشون سخته میتونن بالش اینجوری زیر زانو بذارین، اگه زانوتون در هر طرف، حالا من میگو با بالش انجام میدم، به این فرق نمی کنه. میخوام کشش پشت انجام بشه، پشت پا چپ هم پهلو ها و روی پای چپ میریم. کف دست چپ رو از داخل میگیری، دست راست میره بالا. حالا دست راست رو میارم میذارم پشت پای راستم رو زمین، دست چپم میره بالا، آسن رو بلند میکنم، قفسه سینه رو باز میکنم، کشش جلوی من. دوباره یه چند لحظه استراحت، سرگردان شد، و میریم به حالت گربه. از حالت گربه به شوان سگ سر پایین، پاها میان نزدیکم، پای راست رو میکشیم بره بالا، سر میاد پایین، میان جلو پای راستم، زانوها هم تو صاف، سرم به سمت ساختم، تونستم دست چپم کنار پای راستم قرار میگیره، لگن نمیچرخه، دست راست میره بالا، قفسه سینه باز میشه. دست راست رو حلقه میکنم تو کمرم، چرخم انگار میکنم پشت سر نگاه کنم و دست راست هم نمی کنم. میرم دوباره به شوان سر به سر پایین، پای چپ رو میدم بره بالا، میرم بین دو دستم میذارم، سر میفته پایین، دست راست کنار پای چپ، باز لگن نمی چرخه، دست چپ میره بالا. جو میچرخم بین دو پا استراحت، دو تا کف پا میچرخه، پاهای خود رو میسازم پشت پا روی پا، دستام میذارم رو زمین، پاهامو یه خود بیشتر باز میکنم، پاشنه پا رو این دفعه میدم بیرون، پنجه کمی به سمت داخل، دستا بین دو پا، موج پا رو بگیرم، سر و گردن رو به سمت پایین رها میکنم،
پاهای خود نزدیکتر ببینید، زانوها رو خم میکنم، سرم بالا، دست ها رو میبرم از داخل، از بیرون انگشتای پا رو میگیرم، حرکت میشینم، حالت لاک پشت، سر بالا، باسن پایین، زانوها خم، دست ها رو رها میکنم، از همون حالت میرم به مثل حالت اوتکاتاسانا، ولی پاها رو را نیز جمع کنیم، فقط بشینیم تا وزن رو بیاریم تو پاشنه ایم. پاها نزدیکتر و کشش جلوی بدن میریم به عقب. کمی نزدیکتر شونه ها رو میچرخونم، میارمش نزدیک گوشم، میبرمش عقب پایین جلو، قشنگ حس کنیم، نفس عمیق بکشیم با حرکت شانه، جهت رو عوض کنیم، شروع کنیم، سرم ببرم عقب، پهلو جلو، دم عقب، باستم جلو، جهت رو عوض کنیم، آماده میشیم برای یک حرکت تعادلی. خب یه حرکت ساده تر اول انجام میدیم، پا رو میاریم بالا، میگیریم به یه نقطه زل میزنیم، یه خود پامون اینجوری میگیریم با هر دو دست، مچش رو میگیریم میبریمش عقب، یه خود بکشیمش، رهاش میکنیم، پای دیگر رو جمع کنیم، میریم بالا، عقب میگیریم، چشم میگیریم، میکشیم، رهاش میکنیم، دوباره هر پایی که راحتیم میگیریم و اگر تونستیم پا رو صاف میکنیم، اگر نه همجوری انگشت پا رو میگیریم، چشم رو میبندیم، به دو سمت بدن توجه میکنیم، چشم رو باز میکنیم، پا رو عوض باز رو میدیم به بدنمون، به دو سمت بدن، دستامون رو میکشیم جلو، کشیده با دست راز انگشتای دست چپ رو میکشیم، یکی رو میکشیم روی دستمون، از این طرف پهلوها رو میکشیم، آسمون رو فشار میدیم، کشیم آرنجه دست رو با دست دیگه میگیریم، کشیم، میچرخیم به راست، پشت سر و زمین رو نگاه میکنیم، میاییم وسط، میچرخیم به چپ،
میایم وسط، با همین حالت که هستیم خم میشیم به چپ، تمام سمت راست میکشیم، میایم وسط، به چپ میریم، سمت چپ رو بود میکشیم، میایم وسط، دستا رو میاریم دوباره جلو، کل دستمون قفل، یعنی فقط موچه موچ و آروم رو میچرخونیم، نگاه میکنیم به موچه، جهت رو عوض میکنیم، خوبه، دست رو باز میکنیم، کشیده پاشنه دستمون بیرون، با پاشنه دستمون دیوار دو طرف دایره رسم میکنیم، شانه ها پایین، آرنجا قفل کشیده، جهت رو عوض میکنیم، دایره رو انگار پر رنگش میکنیم، دست رو نندازید، انگشتاتون رو بذارید تو گردنتون، حالا با نوک آرنجمون باز دایره رو میزنیم تو فضا. نه دیگه از قدیم تو ورزش‌های سوئدی بوده دیگه که از همه ساده تر، جهت رو عوض میکنیم، عقب از جلو به هم میرسونیم، باز میکنیم، از جلو میرسونیم، برها میکنیم، دست چشم بازه، دست رو پرت میکنیم، میچرخیم به راست به چپ، به پاشنه پای مخالف نگاه میکنیم، بذارین اگه دستاتون هم درد گرفته خسته شده الان استراحت بکنه، با محکم دستاتون رو بزنین به بدن خودتون، گفتیم این هم برای تمرکز خوبه، اونایی که سر درد دارن وقتی سرتون درد میگیره پاشنه این کار رو بکنیم، یا وقتی میبینین داره شروع سر درده حتماً با نفستون باشه، یه بار دم باز دم، میتونین حتی دست رو به ریه بزنین محکم، دست رو به شونه ها بزنین، بعد به پاها بزنین، آروم آروم، اونایی که تو خونتون هستن و هیچ تمرین یا حرکتی نمی کنن اینو بهشون یاد بدین، اولا اینو انجام بدن، به بچه هم یاد بدین، بچه ها اینو خیلی دوست دارن و خیلی خوبه اگه همش نشستن پای تلفنشون یا پای تلویزیون، این چرخشه رو بهشون یاد بدین، حس خوبیه. خب آروم آروم بدن که متوقف شد چشما رو میبندیم، به تنفس، ضربان قلب یا هر حسی که در بدن فیزیکی هست توجه، نفس عمیقی میکشیم، هرجور دوست داریم میشینیم و چپ تا قلبی کلنگ میکنیم، برای شواسانا قسمت آخر آماده بشیم، لطفا اگر بودین تا حالا در کلاس شواسانا رو هم انجام بدین، نذاریم بریم، قسمت مهمیه در یوگا برای سلامتی ذهن و جسم بسیار مهمه، سر بیاریم بالا، چهار دست و پا رو بیاریم بکشینشون، پرتشون کنیم، بسن رو اگر از زمین بکنیم بالا پرت کنیم، قفسه سینه رو رها کنیم، شونه ها رو بکشیم نزدیک گوش، بعد بدیم بره پایین، سر و کامل به چرخونیم به راست، کامل ببریم به چپ، وسط بیاییم، چند تا شکلک در بیاریم با صورت، یا فقط صورت جمع کنیم باز کنیم، خستگی صورتتون گرفته بشه و وقتی که صورت رو یه خورده حرکت دادین چشمهاتون حتما بسته باقی بمونه، چند نفس عمیق از راه بینی میکشیم،
نفس میگیریم، در بازدم خودمون رو رو دوشک پخش میکنیم، رها میکنیم. انگار نفس میره در تمام سلولهای بدنمون و وقتی نفس خارج میشه همه خستگی ها و دردارم با خودش میبره و لحظه به لحظه فرو میریم در دوشک تمرین، پخش میشیم مثل قطره آب. حس خوبی که در این لحظه داریم همون شکرگزاری ها، همون جملات تأکیدی گفتیم، چه خوبه که این فرصت رو داریم که برای خودمون، سلامتی خودمون در درجه اول، جسممون، روحمون، ذهنمون، کل وجودمون داریم یک کاری میکنیم. این همتشو داریم، توانشو داریم، امکانات تکنولوژی رو داریم، یه فضایی داریم که میتونیم توش بیایم و با این گروه زیاد، بیش از 400 نفر، نزدیک 500 نفر با هم در یک زمان دست اقصا نقاط دنیا بشینیم مثلا یوگا کنیم، خود این یک شکرگزاری زیادی داره. به این توجه کنیم، اینکه چرا این حرکت رو نتونستم انجام بدم، چرا تونستم، چرا این چرا اون. خیلی چرا هست، ممکنه الان باز دوباره اون علامت ریکوسته باشه، حالا اونو درست میکنیم. بیاین به اون چیزای خوبی که در این لحظه هست توجه کنیم. تا جای جسممون سالم بود که تونستیم حرکات رو انجام بدیم، گوشمون میشنید، چشممون میدید، جامون گرم بود، میتونستیم تمرینات رو انجام بدیم، لباسی داشتیم برای انجام تمرینات. حس خوبی که در این لحظه داریم، انگشتای پامون حالشون خوبه، حسشون میکنیم، دوست داریم میتونیم یه تکون کوچیکی بهشون بدیم و رهاشون. پاشنه هامون راحت رو زمین، مچ پامونم شل کنیم که سر انگشتامون راحت به سمت بیرون بیفته، رو به آسمان نباشه، انگشت کوچیکا انگار که میخواد به زمین برسه. پشت ساق پامونم لحظه به لحظه بیشتر فرو میره در دوشک تمرین، روی ساق پامونم راحته و این انبساط و وانهادگی وارد زانوم میشه، پشت زانوم، روی زانوم، داخل زانوم، مینیسکای زانوم، لگامان ها، ربات های مختلف، ربات صلیبی، ربات میانی، همه اینا دارن از این حس و حال خوبه ما بهره میگیرن، چرا که فرمانشون در دست آگاهی و مغز ماست و سر تا سر عضلات ران، رو عضلات همسترینگ کار کردیم، پشت ران، عضلات کوادریسپس، چهار سر زانو، روی ران، همه رو کشش دادیم، منقبض کردیم، خون رسانی کردیم، ناخالصی‌هاشو شستیم و الان دوتا پامون قوی و سالم و رها روی زمین. یه تشکر و قدردانی از پاهامون، همه وزنمون و ما رو با خودشون این ور اون ور میبرن. انبساط و در گن حس میکنیم. پشتمون هم لحظه به لحظه بیشتر میچسبه، کمر، عضلات سمت راست ستون مهره هامون، عضلات سمت چپمون، کتفامون، شانه هامون،
کاسه سینمونم راحت حرکت میکنه. این نفسمون مثل نسیم ملایم داره حرکتش میده، بالا و پایین میره، لحظه به لحظه عضلات ماهیچه های اون قسمت رو، به خصوص عضلات و ماهیچه های داخلی و خارجی قفسه سینه رو، به انبساط و وانهادگی و آرامش میبره. دستامونم همینجه، پشت بازمون، روی بازمون، آرنجمون، ساعد و مچ دستا، انبساط از دستام میره تو تک تک انگشتا، میره تو شست و اشاره و انگشت وسطی و انگشت انگشتری و انگشت کوچیکه، که همشون به طور طبیعی خم شدن به داخل. پاها راحت، دستا راحت، سر و صورتمون هم راحته. خواب نیستیم، بیداریم و یه لبخند میزنیم به این لحظه وجودم. حس خوبی که در کل وجودمون هست و میتونیم اونو حفظ کنیم، این حفظ رو، این فرمان مثبت و خوشایندی که از هوشیاری و آگاهی ما، از مغز ما صادر میشه به کل وجودمون و ما رو ایمن نگه میداره در مقابل هر بیماری، هر ناخالصی. یه لبخند میزنیم به حضور و آگاهیمون، چهرمون باز میشه، هر لبخند ما 300 عضله صورت ما رو وانهاده و رها میکنه. حالا دیگه پلکامونم راحت رو هم اخمی نداره، تمام بدنمون رها شده، قفسه سینمون داخلش، قلب و ریه. یه تشکر و قدردانی از قلبمون، از ریم، خوب دارن کار خودشونو میکنن، 24 ساعت در خدمت ما هستن. لبخند بزنیم به قلب، لبخند بزنیم به ریم. اندام‌های داخل شکممون، روده ها و معدم، اثناعشر، کبد و تعال، لوزالمعده و کلیه هم، توجه میکنیم بهشون، حسشون میکنیم، از تنش رهاشون میکنیم. خوب هضم میکنن، خوب دفع میکنن و با کار 24 ساعته ما رو سر پا و سالم نگه داشتن. لبخند میزنیم به تک تک این اندام های داخل، تمام وجودمون در صلح و صفا و سلامتی و آرامش. بقیه چیزا رو رها کنیم، همین لحظه رها کنیم، رهای رها، ذهن رو خالی کن. نفسمون آرام و عمیق شده، میتونیم تو حرکت قفسه سینه و عضلات نرم شکم این آرامش تنفس رو حس کنیم، لمسش کنیم، کنار نفسمون باشیم، حضور بودن و زندگی رو در همین لحظه تجربه کنیم. نریم تو گذشته، نریم تو آینده، گم نشیم، پیدا بشیم. رسیدیم به اون لحظه ای که سالها در انتظارش بودیم، رسیدیم به منزل، رسیدیم به این لحظه.
هیچ لحظه اهمیتش بیشتر از این لحظه نیست. در گذشته نفس نمیکش، در آینده نفس نمیکش. یه ثانیه قبل رفته دیگه توش نفس نمیکشیم، یه ثانیه بعد نیومد. در همین لحظه است که داریم نفس میکشیم. نفس ما رو وصل میکنه با کل جهان هستی. داریم لحظه به لحظه به اون آسمان بی نهایت میپیوندیم، به تمام فضاهایی که میشناسیم و تمام فضاهایی که نمیشناسیم. در این لحظه همه با هم یکی هستیم. ذهن میاد، ذهن میخواد بیاد ما رو ببره، رهاش کنه. آگاه باشیم، هوشیار باشیم که فقط کار ذهن. برگردیم کنار بدنمون و کنار نفس. هم پرواز بشیم با تمام پرنده ها، بی نهایت ها پرواز کن. جاری و روان بشیم مثل جویبار ها و رودخانه ها. در این لحظه همه ما جاری شدیم در اقیانوس بی نهایت و یکی شدیم. رودخانه وقتی به اقیانوس می ریزه نام خودشو از دست میده، هم نام میشه با اون دریا و اقیانوس. نام و هویت و منم و تاریخچه و مقام و مدرک رو همه رو بذاریم به کنار، در همون رودخانه جای بذاریم و در این لحظه یکی بشیم. افرادی که داریم باشون تمرین میکنیم حس کنیم، تعداد زیادی هستی. در این لحظه شاید بیش از 400 نفر. حس کنیم انرژی یک پاچه هماهنگ، شفا بخش در کل کره زمین الان در گردش در آمده. شکرگزاری و قدردانی از تک تک افرادی که در این لحظه در این تمرین دست جمعی ایجاد و توزیع این انرژی شفا بخش و آرامش بخش شریک بودم. نفس ها رو کم کم عمیق‌تر و آگاهانه تر داشتیم. یک کشش به بدن میدیم و چند لحظه به پهلو استراحت میکنیم. با چشمان بسته میشینیم. کف دست ها رو به شکل نماسته یا دعا کردن جلوی سینه قرار میدیم. انرژی ها رو در کف دستمون حس میکنیم و این انرژی رو تقدیم میکنیم به بیماران، به متخصصین و پزشکان و پرستاران و بهیاران و تمام کادر پزشکی و درمانی، به محققین و دانشمندان، داروسازان،
به تمام افرادی که سهیم میشن در این انرژی و کمک میکنن معنوی و مادی به نیازمندان. قدردانی جمله خوشایند و محبت آمیز هر کسی به خودش، تشکر و قدردانی از خودتون، سپاس از خودتون. و دستا رو گرم میکنیم، میذاریم روی پلکان. روی همه بدن حرکت بدید. آروم آروم. اگر دوست داشتین چشم ها رو باز میکنیم، اگر نه یا به پشت راز میکشیم یا با چشمان بسته. اگر هم چشما رو باز کردیم، دوست داشتیم تو همین فضا میمونیم برای کامنت یا فقط حضور، نمیریم به یه فعالیت، یک احتمالا مسئولیتی، یک فعالیتی که نیاز داره که از این حالت خارج بشیم، یا یک رو 20 دقیقه بعد. خب من این کامنت ها رو باز کنم. سلام و درود بر همگی. سلام بر شما خانم، خانوی آقای دوانی، سیبا، فاطمه واحدی، مشکان امجی، دیبا، کتاب. ممنون از شما سیمین، شیرین جان ممنون، کریم ممنون، مسیح دوستتون دارم من هم، لویز جان خوش آمدی، برو به صبحانه برس. آهن سپاس شیرین جان، خانم الهام رحیمی از اهواز، رنا جان میدونستم که باز هستی، شنبه ها تو هستی در کلاس، قشنگ حست میکنم. خانم دکتر حاتمی از زنجان، خانم امینی، شعله نمیدونم از فیلادلفیا، شعله درست گفتم یا یه چیز دیگه. ناهید هیدری عزیز و آقای رضایی خوش آمدین، الهی جان خوش آمدین، خانم ونوس نفهمیدم، میترا جان خوش آمدی، بدری، بدری خانم، بله، ماروخ جان شمایی، ما ام فلاح نمیدونم ماروخ توی، مهسا خانم هست، کرمانشاه، فتی عزیزم هم کلاس قدیم، مرسی مرسی. گیتی جان خیلی خوش آمدی. گیتی خانم یه دونه از اون سنجاق سرایی که برا من آورده بودی از سوئد زدم، اینو موامو با اون نگه داشتم رو سریمو، خواستم اتفاقا امروز بهت نشون بدم، حالا یه عکس میگیرم، اگه ممکنی تو عکس محروم باشه. کریم کامیاب عقب افتاده. خب کامیاب در کوهنوردی جلوتر از تو افتاده ها، نمیدونم کامیاب کجا بوده. مرسی میترا جان، مرسی 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 شیرین جان، دست شما درد نکنه، مرسی. آه محوش خانم، آه محوش جان توی فیلادلفیا نمیدونم، آها راجب شعله چیز، مرسی محوش جان از اون دل نوشته خیلی قشنگت، خیلی خیلی قشنگی که برای من نوشته بودی، واقعا من در اینستام گذاشتم، برای اینکه من خودم از این دل نوشته هستم بلد نیستم بگم یا بنویسم، و وقتی یه نفر می نویسه اینا خیلی دوست دارم، برای همین گذاشتم. فهیمه جان از تورنتو خوش آمدی،
خانم شهین شاهین دباچی، بله، وارسته از بندر عباس. شیوا جان خیلی خوش آمدی. خانم علوی از اهواز، بله. خانم فریده همه رو تونتونی خودی میگذاره. ممنون از شما، قربون شما، مرسی. تعداد تمرینات یوگا کمه، نفهمیدم یعنی چی تعداد تمرینات یوگا کمه، منظور چی بود نفهمیدم. شما هر روز، ما الان از اسفند پارسال کلاس داشتیم، کم کم داره فعلا 11 ماه شده، هیچ دو کلاسمون شبیه هم نیست. یعنی اگه که شما تو همه کلاس ها باشین میبینین که متفاوته. شاید امروز فقط اومدیم تو کلاس، ولی خب من متوجه نشدم که منظورتون چرا یوگا کمه، نفهمیدم. ممنون فروخ جان. زهرا خانم از شیراز، بله. هما جان تو بودی؟ ممنونم از شما، مرسی شیرین جان. روزیت خانم، روزیت تا زمان، بله. مرزی خانم از شیراز، حال خانم از گلندل، خوش آمدین. مرسی، مرسی خانم فریده تاجری. نقمه جان شما هم خیلی خوش آمدین. عروسی های پشت سر هم شما مبارک. نقمه جان مادر شوهر، مادر زن شدی، خیلی عالیه. مرسی. انشالله که اون چیز هم دیگه نیمد دیگه، ریکوستی که میگفتین که انشالله برای هیچ کدومتون نیمد، چون هیچ کدوم ننوشتین، من امیدوار بود، امیدوارم که دیگه نیمده باشه. اسمت خانم از اهواز، مریم، بله، خانم مریم آشترون، خیلی خوش آمدین. فروزان، نمیدونم فروزان چی، خانم منصوره رمضان، بله. اعظمه، بله، اعظمه کانپور سری رد میشه. مرسی هوری جان از کیش، خوش آمدی. بله پرمین خانم، بله، اون یک سیکل خاصیه. سه شنبه، او خیلی خوب، خوشحالی. اوکی، وارد فرودگاه میشه، میری فرودگاه میترا جان، هاپوتو بیاری در فرودگاه اله. مشکل ریکوست حل شد، خب انشالله. من فکر کنم این جهان هستی واقعا کمک میکنه به من، چون من این چیزای آیتی رو بلد نبودم، ولی همینجوری به خودی خود یه چیزایی میاد جلوم حلش میکنم دیگه، نه اینکه من حل میکنم، یک دستی میاد میگه برو این کارو بکن. برای اینکه واقعا از این بچه‌های، از این جوانانمون هم کمک میخوام، ولی چون اون حیوانکی‌ها خب چیزای دیگه دارن، لابد خیلی پیشرفته تر از این، ولی این چیزای ساده ما رو نمیشد. ولی خب همطور به خودی خود. نغمه جان در آی جی تی وی برای ابد میمونه، نه اینکه 24 ساعت. اون 24 ساعت مدلش عوض شده و در، اگر بری توی پیج من، تمام کلاسای ما هست، تمام مدتش هم هست. خانم تاجی، بله، ممنون از شما، مرسی، مرسی. آزرم، نمیدونم اس اس، ممنون از شما. فریبا جان خیلی خوش آمدی. دیگه کم کم من هم برم که شما هم ببرید به برنامه هاتون برسین، شما رو اینجا نگه ندارم. الحمدلله که مسئله ریکوست هم حل شد، مرسی. واقعا من انرژیم رو از شما میگیرم. و میشه به من بگید چی به شما بگم؟ خانم فاطمه مافی، چی رو به شما بگم؟ میشه به من بگید؟ نمیدونم چی. ممکن روزهای کلاستون رو بفرمایید. کلاس توی پیج ما بیاین، روزهای کلاس که ثابتش شنبه سه شنبه است، ولی کلاس اضافه هم ممکنه باشه. باید بیاین دیگه، هر روز یه سری بزنین، همه اطلاعات هست. مهین جان خیلی خوش آمدی، خیلی خوش آمدی. بله توی روزهای لایف هست، یه روزهای لایف الان شنبه سه شنبه ثابته، ولی
شما باید بیاین توی پیج دیگه، بالاخره وقتی که اگه اینستا دارین بالاخره ورق بزنین، زود اطلاعیه رو ما حتما قبلش میدیم، یعنی حداقل 24 ساعت قبل اطلاعیه در پیج هست. بله، یعنی یه دفعه نمیایم تو پیج. و میگم این دوتا رو ما سعی کردیم ثابت نگه داریم تا انشالله ببینیم. بله، مرسی. از می 2019، نمیدونم کیه، نه عکس داره، یه می 2019. ممنون از شما بدری خانوم، ممنون. مرسی مرسی عزیز ما در کنار. واقعا لذت ببرین از اون خلیج زیبای فارسمون، بچه های کیش، بچه های بندر. شب شما بخیر کیتی جان، شب بخیر. من هم الان دیگه میبندم اینو. من ممنون از همه شما.